فعالیت این شوراها رو توضیح ده. مردم زمین‌های زمینداران بزرگ، اموالشون، همه اون چیزهایی که در طول دوران پهلوی از خود مردم به غارت رفته بود، همه اون چیزهایی که زمینداران بزرگ، فئودال‌ها، درباریا با به شیشه کردن خون مردم از مردم غصب کرده بودن، به تدریج پس میگیرن در ترکمن صحرا و شوراهای دهقانی ترکمن صحرا روز به روز رشد بیشتری میکنه و این کار شوراها بوده. مصادره زمین ها همینجوری که گفتم کاشت و داشت و برداشت و البته تشکل، همون چیزی که آقای استاندار خیلی باش مخالفن و ما خیلی باش موافقیم و معتقدیم که مردم ما از طریق تشکل میتونن با امپریالیزم امریکا و با تمام ایادیش در ایران مبارزه بکنن. تشکل یکی از دستاوردهای شوراهاست و شوراها در این زمینه به وظایف خودشون ادامه میدن. من اینجا زیاد درباره شوراها صحبت نمی کنم، فقط این رو میگم که شوراهای دهقانان زحمتکش ترکمن صحرا در نزدیک به 400 پارچه آبادی منطقه ترکمن صحرا تشکیل میشه توسط خود دهقانان مبارز و زحمتکش ترکمن صحرا و البته روشنفکران انقلابی خلق ترکمن، همونهایی که فاجعه ترورشون امروز ایران رو به لرزه در آورده و فردا همه جهانیان از کم و کیف ماجراش مطلع خواهند شد، از فعالترین سازماندهان این شوراها بودن، از دل خود مردم در اومده بودن و انتخاب شده بودن از طرف مردم و در غایت هم به رهبری این شوراهای دهقانی رسیده بود. اما اینجا اول باید این قسمت رو بگم که این شوراها در اتحادیه‌های منطقه‌ای با هم متحد شده بودند و دست آخر هم در اتحادیه سراسری شوراهای دهقانی خلق ترکمن متشکل می‌شدند و ستاد شوراهای خلق ترکمن، یعنی همون چیزی که همون مرکزی که مرکز شوراهای دهقانی خلق ترکمن بود و مقامات رسمی مملکت بعضی ها باشن که عناصر مرتجع، عناصر محلی یعنی فئودال ها، زمینداران بزرگ، بازمانده های ساواک، سلطنت طلبا هنوز در ایران هستند. اینها به انواع دسیسه ها بر علیه این شوراها می‌پردازند، به انواع جعلیات، به انواع دروغ ها و این ادامه داره. در فروردین ماه اون درگیری های ترکمن صحرا به وجود میاد، ریشه های اون درگیری ها توضیح داده شده در همین کتاب هست و همین فرزندان شهید خلق ترکمن، توماج و جرجانی و واحدی و مختوم، اینها برجسته‌ترین نقش رو در جلوگیری از این جنگ داشتن، از اون جنگ تحمیلی فروردین ماه. اینها از طرف سازمان مأموریت داشتند که به هر ترتیبی که شده جلوی درگیری سلاح دارن و تا زمانی که دشمنان شما سلاح دارن شما هم باید دارای سلاح باشید. ما این حرف میزنیم دونه اجازه بدین بقیه صحبتی که با آقای استان دارم بود با ادامهش بدیم تا وقت هست. بسیار مخصفه پاسخ سوالات خودم رو طالب من دقیقاً آقای استان دارم در جرایت پخش کنم. من فکر میکنم دقیقاً مردم میفهمن که من چی دارم میگم. دوباره میفهمم صحبت.
حالا اگر شما به مردم اعتراف قائلی، اولا من بفهمم شما واقعا معتقدید به این حرفا که میزنی؟ زندگی ما رو نشون میده. آقای همین فردا از مردم رأی میگیریم. اگر این رأی مردم موافق بودن که شما در اینجا و اونجای کشور مسلحانه در برابر دولت بیستید، ادامه بدید. نه خیر. ببینید آقای رئیس جمهور، بعد ما صحبت میکنیم از اینکه مسئله تسلیح توده‌ها رو چگونه میشه حل کرد. نشد. جواب منو بده آقا. میگم اگر مردم فردا در یک همه پرسی گفتن موافق نیستن شما مسلح باشید. بله. و موافق نیستن شما مسلحانه در برابر مردم بیستید. بله. شما میارید اسلحاتون تغییر میدید یا نه؟ اجازه بدید. من جواب من اون همه درست. شما میگید مردم رو هرچی گفت گوش میدید. میگم این مردم اگر ما رفتیم ازش پرسیدیم 95% مردم گفتن، 98% مردم گفتن، شما به رأی مردم تمکین میکنید. 95% مردم مگر نگفته بودن بازرگان نخست وزیر محبوب؟ به قول شما امروز آیا بازرگان نخست وزیر محبوب 95% مردم ایران هست؟ چه حرفی داره رفتی به هم میزنی؟ اتفاقا رفت داره حرف شما رفت داره. شما اعصاب داشتی روزه شما... مردم رو میخوندی. بله الان هم داره میگم میگی. خب بس بسیار خوب الان به شما ببینید مردم به مردم ممکنه آقا جون ممکنه مردم امروز موافق باشن فردا هم مخالف بشن. این حق مردمه. مردم روزی آمدن راه پیمایی کردن 95% گفتن آقای مهندس بازرگان رو ما به عنوان نخست وزیر اولین نخست وزیر دولت جمهوری قبول داریم. ممکن امروز رأی بگیرید نباشه اینجور. این بحث حق مردمه. ما از شما میپرسیم که شما که دارید روزه مردم رو میخونید، اگر این مردم به شما گفتن آقا ما با درگیری های مسلحانه در اینجا و اونجای کشورمون موافق نیستیم، شما ما موافق نیستیم و چرا این اسلحه ها رو میارید تعویض میدید یا نه؟ سازمان این مسئله تسلیح واجب نیست با شما برای اینا با شما. من معتقدم حتما باشی پاسخ آقای استاندار رو من بدم اینجا نوشتم منتها صحبت پیش اومده که این صحبت ها بعد ما از آقای رئیس جمهور که سوال میکردیم معتقد بودیم که آقای رئیس جمهور یادداشت کنن موقعی که نوبتشون میرسه بگو. ولی همینجا مطرح کردن به این دلیل بحث اینجوری شد بلا فاصله، یعنی هم تو همین یه ساعت منتها. حالا آقای رئیس جمهور صحبت رو ادامه بدن، من میخوام پاسخ آقای استاندار رو بدم. من بل نمی کنم. من از نظر مدت این اعلامیه شما صادر کردید؟ بله. در اینجا گفتید که آقای رئیس جمهور خود به زبان خیش گفته است که ما خانه به خانه خواهیم کوبید و این تازه 10% از قاطعیت ماست. شما که به رئیس جمهور یک کشوری حرفش هم در نماز جمعه زده 35 میلیون آدم هم شنیده، این چنین دروغ آشکار می نویسید از قبلش؟ رئیس جمهوری که در اونجا گفت که این ترکمن ها مثل زن و بچه امام هستن، اگر کسی بخواد یک سر سوزن به اینها ظلم و ستم روا بداره ما با تمام قدرت او رو میکنیم. برمی دارید اینجور تحریف و جعل میکنید بنویسید؟ تو خوزستان گفتین هست از 10% از قاطعیت ما اینجا هست آوردیم اینجا چی گفتیم خانه به خانه خانه سنگر رو سنگر رو خانه به خانه میکوبیم؟ جاهایی که خانه هایی که شما تبدیل فرموده بودید به سنگر چی گفتیم دیگه؟ نگوید اینجور جلب کنید بگید بله ما یه خانه هایی رو تبدیل کرده بودیم به سنگر، ایشون گفته است که من این خانه های تبدیل شده به سنگر رو خواهم کوبید. ما جمله خودتون رو بردیم اینجا هست من خودم حرف خودم بلدم اینجا چاپ شده شمایی که در اینجور آشکار به خودتون اجازه میدید دروغ بگویید چجور من حالا باور کنم این حرفایی که اینجا میزنید راسته؟ دروغ و راست رو نمیشناسن جناب رئیس جمهور. آقای رئیس جمهور من قبل از اینکه سوالا رو شروع بکنم میگم این که شما توی سخنرانیتون گفتید و حالا داریم یه تفسیر دیگه ازشون میکنید کجاتون؟ شما روزنامه انقلاب اسلامیتون چرا گفتش که چریکای فدایی خلق 3 تا پاسگاه رو رفتن تو مرز گرفتن؟ شما حاضرین بگین روزنامه تون دروغ گفته؟ بله گفته دروغ گفته. نظر خبر از قدیم گفتن یه عدمی رو صد بلکه خبر ممکنه راست باشه ممکنه دروغ باشه خبره. این غیر از این است که شما یه حرفی رو به من نسبت میدید.
اون کجا گفتم بیاد همین رو بردم هم نگاه میکنه اگر شما نگفتید من تکذیب میکنم شما اگه گفتی باید لاوی جایی باشه دیگه بردم بیاد من سوالاتم دارم لطفا بله نه لطفا موجز پاسخ بدین بعد به مقدار پاسخ که دادن مجددا به شما فرصت بدیم مایل بودیم که به جای ما چون مسئله گنبد هست نمایندگان مردم ترکمن صحرا در اینجا می نشستند و صحبت می کردند و حرفای دل خودشون رو می زدند مردمی که تا حالا چهرهشون روی این صحنه تلویزیون نیامده و تمام این مصیبت ها سر اونها رفته اونها حق دارند اینجا بیان حرف بزنند اول بار ما باید از دولت جمهوری اسلامی بپرسیم که چرا اگر واقعا در فکر مسئله حل مسئله گنبد هست و در فکر بحث آزاد هست چرا شرایطی فراهم نکرده که تا امروز که 20 روز شاید هم بیشتر از جنگ گنبد میگذره از بحران شدت بحران ترکمن صحرا میگذره شما مواظب باشین این راه به مای فردا با این جوی که شهر نشون میده توطئه آمیزه و خود اون فردا قبول میکنه و میرن روز 19 هم همونطور که در دهات شایع کرده بودن که روز انقلاب رو میخوان جشن بگیرن حدود بیش از 10,000 نفر رو به شهر میارن و راه پیمایی از میدان یادبود شروع میشه و مقرشون هم در مقابل آموش پرورش بودش مردم ترک و فارس و اینها وقتی صحنه رو میبینن شعارها رو میبینن که علیه جمهوری اسلامی است به این گروه حمله میکنن در روز 19 بهمن وقتی حمله میکنن شهربانی وارد عمل میشه که مردم متفرقه کنه که در این حین سه ماشین شهربانی و یک پاسبان رو خلع سلاح میکنن که توسط مردم از پاسبان رو پس میگیرن از افراد ستاد این جریان با مداخله سپاه که وقتی شهربانی عقب نشینی کرده بود سپاه وارد عمل میشه و با صبر و توصیه که به مردم میکنه مردم رو وادار به عقب نشینی میکنه که در این حین یک نارنجکی از بین متحسنین که در مقابل آموزش پرورش بودن به طرف مردم پرتاب میشه که 28 زخمی و 2 شهید باقی میذاره ولی با این حال مردمو شدیداً سپاه کنترل میکنه و با یک کمربند دست کمربندی گرفته بود مردم به عقب نشینی و آرامش دعوت میکنه در این حین وقتی سپاه میره جو نارومه در مراکز حساس شهر انتظامات رو به عهده میگیره که در این کار با شهربانی همکاری داشته تا روز جمعه 10 صبح که به سپاه خبر میدن که دست قسمت شمال داره اسلحه وارد میشه البته نگفته نمونه وقتی اینها دست به تحصن میزنن سرودخواهی میخوندن و شعارهایی میدن تمام علیه سپاه و همونطور که رفقای ما گفتن و معتقدن که سپاه بهترین ارگان بوده و اونجا خوب عمل کرده نه در اونجا بر همه جا سپاه تایید میکنن ولی میبینیم که اولین شعاری که در قطعنامه هاشون قرار میشه خواستار خروج سپاه هستن من نمیدونم اگه سپاه خوب کار کرده سپاه مردمیه از بطن مردمه چرا خواستار خروجش هستین این مسئله بود که مردمو خیلی ناراحت کرد که هجوم بردن به شهربانی و ژاندارمری که اگر شما دخالت نمی‌کنین پاسخ اینها رو بگین اجازه ما دخالت کنیم که سپاه باز از مردم خواهش کرد که دخالت نکنین اگر حرکتی شد ما قاطعانه جوابگو خواهیم بود این مسئله تا روز هم خدمتتون عرض کردم شنبه که از اینا در حین تحصن که داشتن مشغول سنگربندی بودن البته یک سری منازل که به سمت پل امامزاده می‌خورد اینها در تمام منزل از قبل شاید از 3 ماه 4 ماه قبلا خودم دیده بودم که سنگرها بود یعنی سنگرها ثابت بود یک سری سنگرها ولی در خیابون کنار خیابون و در مقابل ستادشون پشت میل و جنب باغ ملی سنگر بتونی کشیدن 50 سانت دیوار کشیدن این قبل از واقعه بود و تمام مردمش شاهد هستن و وقتی درگیری شد قبل از درگیری کلیه برادران و خواهران ترکمن ما صحنه رو خالی کردن از شهر رفته بودن بیرون ساعت 10 صبح که برادر ما برادر شهید زنده یاد احمد قنبری که فرمانده عملیات و معاون فرمانده هستش و با مسئول اطلاعات میان توش با جیپ بدون اسلحه برای اینکه تحریکی نکنن و مسبب نشن بدون اسلحه میان و تو شهر گشت میزنن میدون یاد بود که مثلا برک میگردن از اینجا به سمتشون با یوزی و جی اس حمله میشه که وقتی برادر ما برمیگرده و بهشون هوشیار میده که حرکت مسلحانه دارن شروع میکنن همچین که سنگرشون آماده میشه تحصن رو میشکنن
و رگبار مسلسل ها بود که به صدا در آمد و اولین شهید ما برادر قنبری بود که اولین تیر به مغز فرمانده عملیات ما خوردش که عکسش هست و بازدید تجهیز جنازه‌اش در روز 22 بهمن در امام شهر شدش. این صحنه نشون میده که اینا تا قبل کاملا تدارک دیده بودن و تهیه چنین برخوردی رو دیده بودن. جریان که پیش اومد و اخبار ساعت 2 وقتی اعلام کرد، کلیه برادران پاسدار ما از کلیه شهرستان استان مازندران بسیج شدن و به کمک برادران آمدن و سنگرهایی بود خیلی قطور که وقتی من دیدم اصلا تعجب کردم که این سنگر کار یه روز نیستش آماده کردن. این یک سنگر اگه هرچه 10 تا بنام کار کنه روش که ما با توپ 106 به زور این سنگر خورد کردیم. من تعجبم که میفهمم بعد از درگیری خود درختی درگیری شد چطور وقت هست که فلان فال که آدم کیسشن هم کنه و در یک شهر کوچیک یک قسمتش سپاه سنگر گرفته و یک قسمتش ستاد خلق ترکمن سنگر بندی کرد، اصلا این منطقی نیستش. درگیری شدید شد و برادران ما که در ساختمان مخابرات که حساس این منطقه شهر بود و میکروویو و چند نقطه دیگر رو گرفته بودن با تمام وجود پاسداری میکردن و همینطور که ایشون گفتن که برادر ما کالیب 50 زدن، من ممکنه نمیشم، سپاه ما کالیب 50 داره ولی متاسفانه خراب بود که ما بعداً توانستیم از ژاندارمری بگیریم. بله وقتی به سمت ما شلیک میشه، من یاد خاطره برادران فلسطینی میفتم در لبنان که به دست فالانجیست ها با اسلحه های دوربیندار به مغزشون میزنن، جنازه های برادران شهید ما هستش و زخمی های ما هستش، میتونیم مشاهده کنیم که کلیه برادران ما از ناحیه مغز تیر خوردن و من تعجبم اینه که آمادگی جنگ نداشتن، مادون قرمز از کجا داشتن که در تاریکی شب مگر میشه با بدون مادون قرمز تیراندازی کرد؟ که اکثر برادران ما که وقتی تعداد شهدای ما و زخمی ها زیاد شد، ما مجبوراً از ارتش خواستیم که وارد عمل بشه و ارتش تماسی که برادر ما تیمسار شادمهر شخصا با ما گرفتن صبح یکشنبه گفتن که ارتش کلیه امکانش در اختیار شماست، شما اگر اینها عقب نشینی نمی‌کنن و آتش بس رو نمی‌پذیرن به عملیتون ادامه بدین. و مسلمه وقتی ما وارد عملیات بشیم از فلسفه وجود یه پاسدار شهادته، ما برای حق همیشه مبارزه می‌کنیم که حق از باطل جدا کنیم و و غیر از سنگر شهر شاهده، غیر از سنگر هرگز تیر ما به جای دیگه اصابت نکرد و خوشبختانه شهر خالی بود، یک نفر از برادران ترکمن در شهر نبودن. و متاسفانه وقتی ما به منزلی که در مقابل حزب توده که ما بعد از روز دوم درگیری گرفته بودیم و ساختمان سه طبقه بود و کاملا بر میل مشرف بودیم، در پشت سینما ایران خیابان شریعتی منزلی بود از همین برادران ترکمن ما که چون منزل رو به اینا واگذار نکرده بود 4 نفر از خانواده رو کشتن، یک نفر از اعضا زنده است و حاضر شهادت میده و من ماجر هستم که حتما دوربین تلویزیون بین برادران و خواهران ترکمن رو بره و واقعه رو از زبان اونها بشنوه که اینا چه جنایتی کردن. ما در بله بله من مایلم دوربین بره در گنبد، نه اینکه اون فرد بیاد در تهران، دوربین باید بره در گنبد. میگیم اگه وقت داشتیم پیشنهادمون رو میگیم تا مردم حقایقو بفهمن. مردم تو همه عالم خوب فهمیدن حقایق. و ما تمام سنگرهاشون رو یکی پس از دیگری کوبیدیم. البته وقتی دیدیم که با خرمپاره و آر پی جی به ما میزنن، ما هم از توپ 106 استفاده کردیم و مسلما وقتی درگیری شد دیگه حلوا خیرات نمیکنن، شهادته. و ما هم که با تمام وجود پذیرفتیم و به استقبالش رفتیم و در ظرف کمتر از 4 روز ما گنبد رو پاک کردیم و از روز شنبه بعدش به شاهد خود برادران ترکمن مردم دوباره وارد شهر شدن و واقعا در دروازه میرقصیدن وقتی وارد شهر میشدن. چه روزی؟ ای کاش روز شنبه رقصا رو نشون میدادن. روز شنبه. روز چی؟ روز شنبه. چه تاریخی؟ روز سه شنبه که 23 بود درگیری تموم شد. از روز شنبهش من خودم در میدان شهر روز پنج شنبهش بود از مردم خواستم که شهر امن، مغازاتون رو باز بکنید و به شهر بیان و از روز شنبه مردم وارد شهر شدن و میتونید بریم بپرسید. مردم ترکمن صحرا، مردم گنبد، همه شما اطلاع دارین. من خودم روز 27 رفتم با آقای خلخالی صحبت کردم تو گنبد، از تهران از طرف سازمان رفتم. مغازه ها اصلا باز نبود غیر از 3 تا 4 تا. تو محله ترکمن ها هم 10% مردم هم نبودن. من اینو میگم که اگر دروغگو هستم مردم ترکمن صحرا و مردم گنبد قضاوت کنن. خیلی خوبه. ما هم وقتی از مردم خواستن که مغازاتون رو باز کنی شهر آرامه و کاملا و بر شهر مسلطین، گفتم تا ما شهدامون رو دفن نکنیم ختم نگیریم مغازه رو باز نمی کنیم. که این تقریبا چند روز بعد از شنبه
گذشته بود سه‌شنبه چهارشنبه بود که مغازه کاملا باز شد و الان شما میتونید تشریف شهر رو ببینید. مردم هم نبودن تو شهر تا 27. خب اون نظر شماست. مسئله ای که واسه ما خیلی حیاتی بود دخالت ارتش بود. بله ما از ارتش کمک گرفتیم و پشت تانک های ارتش پیشروی میکردیم و قاطعانه کلیه سنگرها توی شما رو برادران پاسدار کوبیدن. من اینو خودم میگم، وقتی درگیری شد ما با نمیستیم شما بزنیم، میزنیم و قاطعانه کلیه سنگرهاتون خورد میکنیم و متاسفانه و همونطور که دوربین تلویزیون در گذشته نشون داد و من مایلم دوباره فیلم برداری کنه، کلیه مناظر فئودال های شهر که اینجاست که میگم اینا وابسته به امپریس هستن در اختیار اینها بود. والله خدا رو شاهد میگیرم در اکثر این سنگرها آذوقه برای یک سال بود، گاو کشته، گوسفند کشته و گوشت قرمه شده که از مناطق اردن و لیست افرادی که گوشت رو دادن پول دادن و غیره هستش. نیست، اگه بود نشون میدن. همین الان همشون نشون میدن که تدارکاتون از کجاها تهیه کرده. من جواب بدیم به همه اینا جواب. از شوراهای دهات که میومده لیستش هست. و مسئله مهمتر تشکیل ارتش خلق ترکمن بود. شما اگر واقعا در یک منطقه میخواستین کار شوراهای روستایی کنید، حرکت روستایی بکنید، تشکیل ارتش خلق ترکمن چه معنی داره؟ شما تمام سربازها، درجه‌دارها، افسرهای ترکمن رو در سطح ایران شناسایی کردین و لیست برداری کردین و لیستش در همینجا موجوده. این برای کی بوده؟ برای چی میخواستی؟ چه هدفی از این مسئله دنبال میکرده؟ دروغه. سندش هستش، بهتون ارائه میدم. من در این زمینه دیگه حرفی ندارم و قضاوت رو به ملت شریف ایران میسپارم. توضیحاتی اگر دارم ما دیگه فرصتی نداریم، درسته؟ ما یه پیشنهاد داشتیم که پیشنهاد داشتم اگر آقای تیمسار فلاحی میخواد صحبت بکنه یا هر کدوم دیگه از مسئولین حکومتی، چون ما این اون لیستی نیست که شما گفتین، اینو ما از تو خود ستاد شما آوردیم و اسامیش هست با آدرس‌های پادگان هاشون. این لیست افسران ترکمن در ایران نیست، این دروغه. خب این تو هرچی بود تو ستاد دون بوده. شما یه افسرهای دیگه هم دارید جاهای دیگه پس. ببینید این مسئله دروغه. جنگ رو نمیدونیم، بدمون نگاه کنیم. پس وقتی نمیدونید چی رو تکسیم کنیم؟ میدونیم که چنین چیزی نداریم. ما اطلاع که داریم چه کار کردیم چه کار نکردیم. عجب بابا، ما که اطلاع داریم چه کار کردیم چه کار نکردیم. بله، فقط من یه پیشنهاد دارم. این قضیه این سوالات رو که شما صحبت کردین ما جواب شما دادیم. مجموعه 45 دقیقه فرصت که اگر قرار باشه شما صحبتون که ما هم با سلام وقت بگیریم که کوت رو دارم. بله بفهم. شما چیز دیگه این هستش بدید. من همین اسامی بودش و لیست تدارکاتشون که میرسید. فقط یه سوال دارم. ما دیگه فرصتی داریم صحبت بکنیم بعد. اگر آقایون وقت رو بتونن به اصطلاح فرصت 20 دقیقه که الان مجموعه مونده آقایون بمونه بدن به شما که اگر بله کمتر صحبت بکنم فرصتی میمونه آخر سر میتونیم تقسیم کنیم. که من پیشنهاد میکنم یک جوری صحبت فرمایید که آخر سر 5 دقیقه فرصت بمونه بتونیم باز تقسیم بکنیم که جواب انتبهش بفرمایید. چی شد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از شریکای سازمان اشاره کرد به شرکت ارتش در حوادث گنبد. استحضار ملت قهرمان ایران میرسونم. ارتش یک نهاد انقلابی است، البته ارتش جمهوری اسلامی ایران، و پاسدار انقلاب نیز یک نهاد انقلابی است. کلیه نهادهای انقلابی مکمل همدیگر است. رسما به عنوان تولیت نیروی زمینی اعلام میکنم در هر زمانی هر مکانی تحت هر شرایطی پاسدار انقلاب نیاز به پشتیبانی داشته باشد، بلا درنگ و بدون مزایقه پشتیبانی اعمال خواهد شد. دخالت ارتش در گنبد بنا به تصمیم شورای تأمین شهر بود است. شورای تأمین شهر هم به مطابقت از خواست اکثریت مردم گنبد اقدام میکند و این رویه در سرتاسر کشور جمهوری اسلامی ایران معمول است. در گنبد نقاط حیاتی و حساس و مهم که به وسیله مهاجمان تصرف شده بود به وسیله برادران و پاسدار ما پس گرفته شد
وقتی که پس گرفته شد ارتش اقدام به حفاظت و تأمین و نگهداریش کرد. هنگام برقراری حفاظت و تأمین در این نقاط یا مناطق ارتش مورد هجوم و حمله قرار گرفته است. در چنین صورتی ارتش مصمم و قاطعانه دفاع میکند. دفاع حق مشروع مشروط هر موجود، هر انسان، هر مسلمان و هر ارتش است. محکم و مردانم دفاع میکند، کوبنده دفاع میکند. ارتش معتقد است که در داخل یک ملت فقط یک ارتش، یک نیروی مسلح وجود دارد. هر نیروی مسلح غیرقانونی دیگری غیر از ارتش در قالب ملت ظهور کند و امنیت ملی را به مخاطره بیاندازد، ارتش اقدام به دور کردن این خطر، خونسا کردن این خطر و انهدام چنین مخاطراتی خواهد کرد. اینجا اشاره شد که با توپ خانه های مردم رو در گنبد منهدم کردند. این بیان مبین نارسایی وجدان قضایی این عنصر شریک فدایی است. ما در گنبد به گواهی همه مردم مستقر در منطقه توپ نداشته ایم و نداریم. اشاره شد که ارتش دشمن مردم است. ارتشی که بعد از پیروزی انقلاب صدها کشته و هزارها معلول و مجروح برای استقرار امنیت در این نظام جمهوری اسلامی ایران داده است، نمیتواند ارتش ضد مردمی باشد. فرماندهانش پرسنل انقلابی ارتش متحد ما. نوبت شما نیست، دارم صحبت میکنم، وقت مال من است. باز یکی از ماموریت‌های ارتش حفظ دستاوردهای انقلاب است. هر عاملی، هر خطری، هر یکی از دستاوردهای انقلاب رو تهدید کند، در مخاطره قرار بدهد، ارتش رسما اقدام می کند. اینجا ناجوانمردانه اشاره شد به مسلح کردن فئودال‌های کردستان به وسیله جناب آقای دکتر چمران و تیمسار سرتیپ ظهیرنژاد. مدرک دارید؟ رسما قاطعیت دارید؟ اعلام بفرمایید. الان همین که اعلام فرمایید در حضور ملت قهرمان و مبارز ایران. تکذیب میکنم نه تیمسار سرتیپ ظهیرنژاد اقدامی در این زمینه کرده است، نه جناب آقای دکتر چمران. سند و مدرک دارید؟ ارائه فرمایید. اگر این درست بود بقیه بیانات شما هم درست. نماینده آیت الله منتظری و نماینده امام خمینی در روزنامه انقلاب اسلامی تایید کن. آقایون فقط از ما مدرک خودشون مقید به مدرک نیست. این مدرک بود دیگه. من در وقت شرفجوی میکنم برای که آخرین دفارم به دیگران داده باشم. عرضی ندارم. من هم یک چند جمله هم من بگم که البته من وارد این بحث قضاوتی هم نمیدونم. برای ساعت راجع به همون آتش بس هم صحبتی بشه که وقتی آتش بس آتش بس دادن ما چه بیشان دادیم؟ اصولا اجازه قبل از شما، شما در آخر صحبت بفرمایید. من خواهش میکنم کل این بحث آخرین صحبت آزگر شما بودین اجازه بدید ما پایان بدیم. بفرمایید آقای فرخ. یه مسئله، چون میتونم گفتن که نه گفتن که مردم حمایت میکردن، این یکی از اسنادیه که از شوراها میدونم مال شماست، از اسناد شماست. من چند کلمه شو میخونم. ما بهتر میدونیم. شما از این بالا بخونید نوبت شما. از این بالا بخونید ببینید این چیه. شما جمعه 3 دقیقه اجازه بدین اینو این 2 دقیقه رو من صحبت بکنم. بله بفهم. چون فرصت نیست. خب ما کوشش خواهیم کرد اگر فرصت مناظره باز هم بود و اگر چنین فرصتی نبود از طریق روزنامه سازمان، روزنامه کار و از هر طریقی که بتونیم صدامونو به گوش هم میهنانمون برسونیم، کوشش خواهیم کرد نشون دهیم همه جا که ما خواستار صلحیم. ما خواستار هیچ گونه درگیری میان صفوف خلقهای ایران نیستیم و معتقدیم که هر کس که به چنین درگیری های دامن بزنه عامل امپریالیزم و در درجه اول عامل امپریالیزم امریکاست. ما میخواییم همه سلاح ها
به طرف دشمن اصلی یعنی امپریالیسم امریکا و همه قلم‌ها به طرف دشمن اصلی یعنی امپریالیسم امریکا نشانه بره. و اما اینجا مسئله است که به نظر ما خیلی مهمه و اینجا بایستی آقای رئیس جمهور به ما پاسخ بدن، و اون مسئله ترور ناجوان مردانه رهبران شوراهای دهقانی مردم ترکمنستان. اینها در اسارت شهید شدن، اینها در بازداشت بودند، در بازداشت سپاه پاسداران بودند، اینها به زندان در تهران منتقل شدند و همه مقامات رسمی هم قبول دارند و این هم میدونیم که حفظ جان هر زندانی هم به عهده زندانبان هست و این رو همه دنیا هم قبول دارند. و باز با استدلالاتی که رفیق ما اینجا کرد تناقضات رو نشون داد. آقای رئیس جمهور، هیچ کس باور نکرده که یک گروه جعلی اینها رو به شهادت رسونده. ما همینجوری که اعلام کردیم سپاه پاسداران اکثریتش از مردم زحمتکش تشکیل شده، اعلام می‌داریم که بدون شک در این سپاه جناحی بوده جنگ طلب، معتقدیم جناحی بوده که اینها رو ترور کرده و این ترور همون تروری است که ساواک در زمان رژیم شاه کرد و موقعی که تهرانی جلاد ساواک به اون شکل بوده، تهرانی جلاد ساواک نحوه ترور بیژن جزنی و فدائیان و مجاهدانی که با اون شهید شده بودن میگفت، تعریف میکرد، بسیاری از مردم ما گریستند. امروز اون فاجعه دوباره در میهن ما تکرار شده و این مربوط میشه به سرنوشت مبارزات میهن ما. ما از آقای رئیس جمهور میخواهیم، از آقای رئیس جمهور میخواهیم، نمایندگان نیروهای انقلابی، نمایندگان مورد اعتماد مردم، نمایندگانی از شوراهای کارگری و دهقانی مردم، بروند و روی این فاجعه تحقیق بکنند. آقای رئیس جمهور، اگر این قتل لوس بشه، این به مبارزات مردم ما مربوط میشه، این یعنی تقویت اون جناح ارتجاعی که به این جنایت دست داده. ما میخوایم این روشن بشه برای خلقمون، ما میخوایم این روشن بشه برای میهنمون، و از شما میخوایم که در این مورد یاری بکنید برای کشف این و نذارید پرونده ترور فاجعه آمیز اینا بسته بشه، لوس بشه، هرچند بسته نخواهد شد. مردم میهن ما این رو نگاه کنید. آقای رئیس جمهور، آقای رئیس جمهور، فقط یک موردم میگم. بیژن نوبری، یکی از اعضای سازمان، یک بار در تبریز گرفتنش، در یه خونه امنی در تهران مخفیش کردند، در روزنامه جمهوری اسلامی نوشتند که این در راه بوکان دزدیده شده توسط دموکرات‌ها، در حالی که توی یه خونه امنی تو تهران زندان بود و شکل